درود بر شما. خب بالاخره رسیدیم به جلسه معرفی دوره استخراج رمزارزها. توی این دوره همونطوری که بهتون قول داده بودم قراره در مورد استخراج رمزارزها باهاتون صحبت بکنیم، در مورد انواع روش‌های استخراج، انواع رمزارزهایی که میتونیم باهاش استخراج انجام بدیم و دوست خوبم جناب آقای طاهری توضیحات مفصلی رو در این مورد هم این جلسه هم توی جلسات عملی بهتون توضیحات مفصل میدن و بهتون میگن چطوری اصلا وصل بشید به شبکه، چطوری استخراج بکنید یا هر نوع سوالی که داشته باشید میتونید ازشون بپرسید. من ترجیح دادم یه آدم متخصص بیارم برای این کار که بتونه راحت بهتون توضیح بده. قسمت های تئوری استخراج رو من توی 2 تا 3 جلسه اول این دوره بهتون آموزش میدم، ولی همزمان با آغاز دوره شما میتونید مشاوره بگیرید از طریق وبسایت بنده که آدرسش رو پایین صفحه براتون میذارم. وارد وبسایت بشید، عضو بشید، تیکت بزنید و دپارتمانتون رو، دپارتمان پشتیبانی استخراج رمزارزها انتخاب بکنید و اونجا هر پرسشی که دارید مطرح کنید. پیشنهاد من اینه که حتما صبر بکنید و جلسات رو ببینید و بشنوید و آموزش ها رو یاد بگیرید، بعد اگر که خواستید وارد در واقع بحث پشتیبانی بشید یا هر سوالی که دارید مطرح بکنید. یه نکته رو بهتون بگم، حتما توی بخش دیدگاه‌های ویدیوهای این دوره حتما سوالاتتون رو مطرح بکنید. شما جلسات در واقع 5 و 6 به بعد رو با سوالات شما پیش خواهیم برد. این پس نکته مهمیه. قسمت تئوریک ممکنه بعضی فکر بکنن به درشون نمیخوره، واقعا اگر میخواید استخراج بکنید استخراج خیلی ساده تره. اینجوری که آقای طاهری برای بنده توضیح دادن، وصل میکنیم دستگاه رو به برق، از اون برم یه تنظیمات خیلی ساده و استخراج شروع میشه. اما حتما توصیه میکنم قسمت های تئوری رو یاد بگیرید، حداقل یه بار گذرا، فقط در حد همین که یه دور گوش بکنید، بگذرونید و نگاه بکنید و بعد اگر که خواستید جلسات بعدی رو ببینید. توضیحات مفصلی ابتدا راجع به بیت کوین، بعد بقیه رمزارزها بهتون میدیم، در مورد مجوزهای قانونی بهتون توضیحاتی میدیم که چطوری اخذ بکنید. خیلی از رمزارزها هم هستن که برای استخراجشون اصلا نیازی به مجوز ندارن و تو خونه هم میتونید با مصرف برق خیلی کم، به اندازه یه شارژر موبایل، خیلی راحت میتونید استخراجتون رو انجام بدید. اونها رو هم بهتون کامل و مفصل توی این دوره توضیح میدیم. هر جام حس کردید که خاصی هست، سوالی براتون هست یا رمزارزی رو شما پیشنهاد دارید که ما در مورد استخراج بهتون توضیح بدیم، حتما توی بخش دیدگاه های این دوره به ما بگید. این دوره توی یوتیوب منتشر میشه و حتما ازتون میخوام که اگر که علاقمند هستید به بحث استخراج همه قسمت هاشو ببینید، رمز ارزی رو که متناسب با شما و به شرایط شما میخوره رو انتخاب بکنید. خب من الان از آقای طاهری میخوام که یه توضیحات مختصری راجع به قسمت های فنی و دستگاه های استخراج به ما بدن و بعد دیگه به امید خدا عملا با این ویدیو دوره استخراج رمزارزها رو شروع کنیم. آقای طاهری زحمت بکشید توضیحات بهمون بده. سلام عرض میکنم خدمت شما، امروز در خدمتتون هستیم با آموزش استخراج رمزارزها و امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع بشه. اول از همه ما سمت رمزارز بیت کوین میریم که معروف ترین دستگاه هم اینجا داریم. بله، که معروف ترین رمزارزیه که دوستان خیلی استقبال کرده بودن که آموزشش رو بذاریم. این دستگاهی که اینجا می‌بینید دستگاه ماینر هست و کارشون این دو دستگاه استخراج بیت کوینه. دستگاه S11، این دستگاه M3ه. دستگاه هش ریت های مختلفی دارن. مثلا به عنوان مثال این دستگاه 20.8 میتونه برای شما استخراج بکنه. این دستگاه یه دستگاهی که 12.5 تراهش قدرت استخراجشه. در ابتدا شما باید به یک استخر متصل بشید و یک اکانت برای خودتون بسازید که از محبوب ترین استخرها داخل ایران مثلا استخر F2 پول هست و یا اسلاش پول. یه اکانت میسازید، این دستگاه یه کانفیگی داره که وارد کانفیگش میشید و دستگاه مورد نظر رو به اکانت استخر خودتون متصل میکنید و همون ابتدا فقط برای یک بار این کار انجام میدید و دیگه کار خاصی نداره. همون خواستم بپرسم، یه اتصال به برق و اینترنته. همین خواستم بپرسم، یعنی یه بار، حالا من این رو تو میدونم ولی میپرسم که توی ویدیو یه توضیح، چون میخوام توضیحات مختصری رو بدیم عزیزانم بدونن، ما یه بار اینو بس میکنیم به کامپیوتر، کانفیگ رو انجام میدیم، بعد دیگه وصلش میکنیم به مودم و برق، دیگه کاری به کامپیوتر نداره. اگه بخوام چک بکنیم که این دستگاه کار میکنه یا نه، به خود دستگاه نگاه میکنیم و میزانی که استخراج کردن؟ دو حالت داره. اگر که بخوایم میزان برداشتمون رو چک بکنیم که وارد اکانت استخرمون میشیم و میزان برداشت رو روزانه داخل اون برنامه به ما نشون میده. اگر که بخوایم چیزهای دیگه رو چک بکنیم مثلا مثل دما و این چیزاش،
باید به خود کامپیوتر، لپتاپ یا به هر چیزی از طریق گوشی به صورت مستقیم به اینترنتی که ماینر ما بهش اتصال داره بهش وصل بشیم و هر دستگاه یه آی پی خاصی داره، او آی پی رو میزنیم و اطلاعات دستگاه رو به ما میده که الان تو چه وضعیتی هست، چقدر دما داره و یا اینکه سرورهایی که بهش اتصال هست از کدوم ها داره استفاده میکنه و کدوماشون شاید از کار افتاده باشه، چون هر دستگاه مثلا مثل S11 سه تا سرور میتونید بهش وصل بکنید تا اینکه ببینیم که اگر یکیش از کار افتاد یکی دیگه‌اش باشه که دستگاهتون همیشه کار بکنه. خب خیلی عالی. یه سوال، چون از قبل از این ما استوری که میذاشتیم و همه خیلی استقبال کرده بودن، میپرسیدن که آقا بیت کوین وقتی که تمام بشه، همه بیت کوین های دنیا استخراج بشه، دیگه این دستگاه رو باید بندازیم دور؟ نه، اولا که بیت کوین فعلا طول میکشه، چون ما هر 4 سال یک بار یک هاوینگ داریم که نصف میشه و تا حدود مثلا 120 سال دیگه، حالا یه چند سال بالا پایین تر بستگی داره، طول میکشه استخراجش. ولی اگر که تمام بشه، بازم شما دو راه حل دیگه جلویتون هست. این دستگاه ها از الگوریتم SHA-256 استفاده میکنن که با اون الگوریتم ها حدود 18 تا ارز رو میتونیم استخراج بکنیم. دو سه تاشو میگی معروفاشون؟ مثلا مثل لایت کوین کش، مثل بیت کوین کش و معروفشون هم که بیت کوینه. اگر بیت کوین روزی تموم بشه، ما میتونیم ارزهای دیگه استخراج کنیم. اگر هنوز بخوایم داخل بیت کوین ادامه بدیم کارمون رو، هزینه تراکنش ها رو تمامیش رو برای ما حساب میکنه و به حساب کیفمون، یعنی کارمزد تراکنش میاد برای این دستگاه. آره دقیقاً میادش برای دستگاه. پس این دستگاه حالا کاربرد داره. حالا این سوالی که پرسن، یه پرسش دیگه هم بود که حداقل هزینه برای استخراج چقدره. حالا فعلا بیت کوین رو بهم بگو، روی مبلغ دلار الان هم داریم میگیم دیگه، این ممکنه تغییر بکنه، اینو بهم بگو تا بعد راجع به بقیه ارزها با هم دیگه بقیه دستگاه هم صحبت بکنیم. اول از همه بهینه بودنه و اینکه شما استخراجتون با برداشتتون ببینید چقدر میتونه بهینه باشه و به صرفه تر باشه براتون. ولی از دستگاه های ارزون قیمت در حد مثلا 10 میلیون تومان بگیر شما میتونید خریداری کنید و برداشت کنید، تا دستگاه هایی که رو 450 میلیون و این چیزا برای بیت کوین. برای بیت کوین بعد الان خیلی دیگه صحبتمون راجع به بیت کوین بود. خب این دستگاه چند تا بخش داره؟ یه توضیح مختصر راجع به بخشش بهمون بده، بعد بریم سراغ اون فنن فکر می‌کنم مرتبطه به این دستگاه. آره، و بعد بریم سراغ بقیه ارزش. دستگاه یه قسمتی داره پاورشه که مربوط به مسائل برقش میشه، تقسیم برق داخل کل دستگاه. یه کنترل بورد ما داریم روی هر دستگاه، این کنترل بورد این دستگاهه و این هم کنترل بورد این یکی دستگاهه. کنترل بورد دستورات رو به تمامی قسمت‌های مختلف ماینر میده. مثلا داخل این دستگاه ما 3 تا هش بورد داریم که هر هش بورد کار استخراج یک قسمت نشون میده. از پشت سر بهتر پیداه. آره، از این طرف 3 تا هش بورد داخلش داریم. سه تا هش بورد داریم که کنترل بورد دستور میده این 3 تا هش بورد شروع به استخراج میکنن. از این طرف برق دستگاه و سرعت فنی که برای اون درجه از حرارتی که در لحظه داره رو کنترل بورد تقسیم میکنه بینشون. مثلا اگر که دما بره بالا، فنا به صورت فول کار میکنه. اگر که دما مساعد باشه، خود به خود سرعت فنا رو میاره پایین تر که به پاور دستگاه فشار نیاد. خب خیلی هم عالی. حالا صدای فنا هم صداشون در حد جاروبرقیه دیگه؟ آره دقیقاً، در حد جاروبرقیه. صداهایی داره که شاید مثلا کنار باشه، کنارمون باشه، مدار اذیت بکنه، که برای این کار شما میتونید از فنای حلزونی استفاده کنید. این فنا دور بالاتری دارن نسبت به فنای خودشون و این فن به این صورته. حالا بزمان شده خودشون. آره دقیقاً، این فن به این صورته که 4 دور مختلف داره ولی دورش ثابته، شما فقط از یه دورش میتونید استفاده بکنید. هر کدوم از دستگاهی که بخواید، یعنی خود کنترلر نمیتونه دور رو تغییر بده. نه نه نه. هر کدوم از دستگاهی که بخواید استفاده بکنید یک تبدیلی باید داشته باشه به این صورت، اون تبدیل که آره که ازش استفاده کنم باید به صورت مستقیم وارد بشه. این تبدیل مال دستگاه S11. دستگاه مثلا M3 یه تبدیل کوچیکتری داره که به اندازه فن خودشه فقط. کاری که میکنیم فن رو جدا میکنیم، اون سوکت ها رو از داخل کنترل بورد در میاریم و یک سیمیلاتور که یک شبیه سازه و
چند نمونه بیشتر نیستن و روی تمام دستگاه ها میشه ازشون استفاده کرد. در حد دو سه نمونه است، فقط باید فیشش رو ببینیم چه شکلیه. اون سیمیلاتور رو میذاریم داخل کنترل بورد و کنترل بورد فکر میکنه که فن دستگاه الان عوض نشده. دقیقاً. حالا من برای توضیح بدم برای که بچه ها گیج نشن، این فن رو پس این گفتیم چون صدا جارو برقی میده، اگر بخوایم عوضش بکنیم با این فنی که کمتر صدا میده، اون فن خیلی خوب و پرقدرتیه. منتها اگر این فن رو جدا بکنیم، این کنترل بورد ارور میده چون با این فن سازگاره. دقیقا. برای این که بتونه با اون فن سازگار باشه نیاز به یک شبیه ساز داره. خب این از بیت کوین. گفتی که با این دستگاه ها همین الان هم میشه لایت کوین و بیت کوین کش و اینا، آره آره، که مشکل 18 تا ارز الان هستن که میشه باهاشون هر کدوم مخواستیم استخراج کنیم، ولی به صرفه اش داخل این دستگاه با این الگوریتم بیت کوین در حال حاضر هست. خب یه توضیح هم بده در مورد این کارت گرافیک. درست، من یکشو بدم. برای استخراج ارزهای دیگه این مثلا مثل اتریوم به دو شکل میتونیم این ارز رو استخراج بکنیم، یا اینکه ماینرش رو بخریم و به همین صورت ازش استخراج بکنیم، یا اینکه ما یک ریگ ماینر درست بکنیم خودمون ببندیم. دقیقاً، که کاملا مشابه یک کامپیوتر خونگیه، فقط قطعاتی که ازش استفاده میشه داخل اون کامپیوتر لولاش با هم دیگه متفاوته. مثلا برای استخراج اتریوم نیازی نیست ما یه هارد بالایی داشته باشیم، یه هارد خیلی کم و حتی یک فلش برای ما جوابگوه، چون ما به هارد نیازی نداریم. درست. یا مثلا برای سی پی یوش یه سی پی یو خیلی ساده مثل مثلا سی پی یوی 4400 میشه ازش استفاده کرد، اصلا نیازی نیست که چیز خیلی قوی باشه یا حتی رمش. ولی ما داخل ریگ ماینر نیازمند کارت گرافیک بالایی هستیم به خاطر اینکه استخراج اتریوم به واسطه کارت گرافیکه. کارت گرافیک یعنی الگوریتمش رو کارت گرافیک راحت‌تر میشینه. دقیقاً. کارت گرافیکایی که استفاده میکنن معمولاً چند تا کارت گرافیک میزنن، در صورتی که مثلا یه کامپیوتر خونگی یه کارت گرافیک بیشتر نیاز نداره. ولی برای این کار عمده هزینه رو کارت گرافیکه که معمولاً برای ریگ ماینر حساب بشه از 6 تا کارت گرافیک به بالا استفاده میکنن. درست. و 6 8 10 هر چند تا 19 تا. بسیار خوب. خب حالا من دو تا سوال در مورد اتریوم بپرسم. الگوریتم اتریوم داره عوض میشه، یعنی داره خیلی آروم میخواد کوچ بکنه روی یه الگوریتم دیگه که مبناش در واقع فکر میکنم پروف آف استیک باشه و دیگه استخراج نمیشه کرد با این کارت های گرافیک. اون موقع از اینا چه استفاده های دیگه میشه بکنیم؟ کجا میشه ازش استفاده کنیم؟ هر رمزارزی که به واسطه اتریوم داخل اون الگوریتم باشه ما میتونیم استخراج بکنیم. یعنی همون الگوریتم های مشابه اتریوم؟ آره، دقیقاً همون کاری که داخل بیت کوین انجام میدادیم دقیقاً اینجا هم همون کارو میشه انجام داد. خب یه سوال دیگه هم پرسیده بودن و اون اینکه با سیستم‌های گیمینگ میشه استخراج اتریوم کرد؟ با سیستم‌های گیمینگ میشه این کارو کرد ولی اصلا پیشنهاد داده نمیشه به خاطر اینکه پدر کارت گرافیک کرده. آره دقیقاً، ضربه خیلی بزرگی به کارت گرافیک میزنه و عمدتاً اون سیستم برای بازی کردنه و شما یه هزینه‌ای دارید میدید برای سی پی یوش، برای مثلا فقط گرافیک نیست. آره، شما آره. کل هزینه رو دارید اینطوری نابود میکنید. آره درسته، بارک الله، نکته خیلی خوبه. و یه تفاوت خیلی بزرگی هم که بین ریگ ماینر و دستگاه های ماینر هست مصرف برقشونه. مصرف برق این دستگاه ها متفاوته ولی معمولا بین 1500 وات تا دستگاه های بالاتر مثل مثلا S17, S19 و این دستگاه ها تا 3500 وات هم حتی میره، ولی برای ریگ ماینی که اتریوم استخراج میکنن مصرف برق خیلی کمتری داره. مثلا چند وات میتونی حدودی بگی؟ حدودیش هر کارت گرافیکی دقیقا هر کارت گرافیکی تقریبا بین 150 تا 300 وات برق مصرف میکنه تا بالاترین کارت گرافیکش دیگه. و شما چیزای دیگه هم باید در نظر بگیرید، مثلا سی پی یوتون 150 وات مصرف برقشه، جمع اینا رو باید حساب بکنید که چند تا کارت گرافیک میخواییم بذارید و به واسطه اون واتی که میخواییم استفاده بکنید پاورتون رو خریداری بکنید. آها، این پاور هم پس برای همین اونجاست. آره، این دوتا پاور به عنوان نمونه هایی که داخل ریگ ماینینگ های قدیمی استفاده میشد، ابتدای استفاده میشد و الان دیگه خیلی ضعیفه برای این کار. درست. شما مثلا اگر بخواین یک ریگ ماینر 8 کارته بخواین استفاده بکنید
در جمع این فکر کنم دو تا یا سه تا کارت بیشتر جواب نده. آره دو تا بیشتر آره. نمیشه. آره بخواین 6 تا استفاده بکنید 900 وات برق اون 6 تاه. حالا یه برقی هم خود کامپیوترش میخواد تقریبا میشه 1200 تا. خب این 1200 تا شما باید یا یه دو تا پاور مثلا دو تا پاور خوب بگیرید که مصرف برقتون رو بتونه جوابگو باشه، یا کار دیگه ای که میکنن برای ماینر برای ریگ ها که بتونن با هزینه کمتری پول پاورش رو بدن از از پاورهای ماینر استفاده میکنن. مثلا آره یه دونه پاور به فرض میگم بیتمین میخرن 1800 واتش که هزینه زیادی هم نداره نسبت به این پاورها، و از اون برای کل ریگشون استفاده میکنن، یا دو تا پاور میذارن و با یه همگام ساز کل برق رو تقسیم میکنن که مصرف برقشون هم تقسیم بشه بین تمام کارگرها. خب حالا این مودما برای اتصال به این دستگاه، این دستگاه اول من میگم وای فای ان یا با کابل ان؟ این که با کابله، تمامشون با کابل، همشون با کابل. آره. همشون پشتشون یک جای سوکت داره برای کابل شبکه شونه، یه جای برق داره به اینترنت وصل و برق زده بشه. با توجه به کانفیگی که قبلا ما روی دستگاه انجام دادیم، این دستگاه خود به خود شروع میکنه به برداشت کردن، برداشت میکنه وارد کیف پولتون میشه و با توجه به استخری که دارید، هر استخری میزان حداقل برداشتی داره، به اون میزان که رسید میتونی برداشت به کیف پولتون اصلا خودش مستقیم وصل خود به خود اصلا وارد کیف پولتون میشه. یه سری ارزهای دیجیتال هم هستن که با مودم، مثلا مودم های مخصوص، آره اونا هم هلیوم بود، درسته هلیوم چند تایی من دیدم که اصلا مصرف برقی نداره، یه شارژرشه فقط، بله هیچ مصرف برقی نداره و شما در هر نقطه‌ای که بخواید میتونید ازش استفاده کنید و استخراج بکنید. خیلی هم عالی. اونا هم حداقل من نگاه کردم دیدم که مودمی که بود حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 850 دلار بود. آره رو همین حدود بود مودم اختصاصی خود هلیوم. ولی من به یکی از بچه‌ها که بچه‌های دکترای الکترونیک نشون دادم، اول یه ذره چپ چپ نگام کرد که حالا تو من دکترای الکترونیک دارم تو من میگی مودم بساز. بعد گفتم اگه خوام اینو درست کنم، گفت من الگوریتمش حالا سایتو نگاه میکنم اینا. بعد که نگاه کرد گفت تقریبا میشه داخل ایران با کمتر از نصف قیمت در واقع یا تا نصف قیمتش میشه این رو تولید کرد، که حالا بعدم اون فرآیند تولید و ارز و اینها هم یه در واقع مبلغش اضافه میشه، یه مقداری به صرفه ترش میکنه. خیلی عالی میشه. آره اگه تقاضا باشه براش میتونم با هزینه خیلی کمتری این کارو انجام بدم و همونقدر برداشت بکنم. دقیقاً. خیلی خوبه. روی اینترنت اشیا بود تا جایی که میدونم. و اینجا چند تا هارد داریم و سی پی یو. حالا در مورد هاردا به من بگو که اون رمز ارزایی که میشه باشه، یکیشو مثال بزن و بگو که در واقع چطوری ما میتونیم استخراج بکنیم، چیزایی در مورد استخر نداشتن و سولو بودن. درست. اینهاش گفتی، یه توضیحاتی هم در مورد اون بهمون بده. ارز دیگه ای که این روزا خیلی داره اسمش میاد برای استخراج و یه مقدار باب شده، ارز چیاه. ارز چیا را میشه با استفاده از یک هارد استخراج کرد. دقیقاً. و کاری که میکنیم اینه که ما اول از همه باید برنامه چیا رو دانلود بکنیم، روی سیستم نصبش بکنیم، یک اکانتی بسازیم و یک مقدار از حافظه هاردمون هر چقدر که حالا صلاح دیدیم برای این کار رو در اختیارشون بذاریم تا رمزارز چیا استخراج بشه. یعنی ما توی اون برنامه میگیم که انقدر از پارتیشن هارد من اختصاص داره، تو من از این استفاده نمیکنم. دقیقاً اینجوریه. و تفاوتی ولی همون لحظه که ما اختصاص میدیم که بهمون پول نمیده، در واقع رمز ارزش نمیده. دقیقاً. تفاوتی که استخراج این ارز با ارزهای دیگه ای داره، این ارز به صورت سولو ماینینگه. این ارزا به واسطه استخر استخراج میشد، ولی این به صورت انفرادیه. مثل اوایل کار که بیت کوین اومده بود و سولو بود و بعداً استخر وارد شد، یعنی جوری بود که شما تلاشتو میکردی استخراج کنی استخراج کنی، بلاک که پر میشد استخراجت از بین میرفت، هر کی زودتر ور میداشت. آره. و شانسی بود. آره. هر کسی که هش ریت بیشتری داشت شانس بیشتری برای برداشت اون بلاکو داشت. الان هم رمز ارز چیا دقیقا همونطوریه، استخر نداره و هرچی حافظه بیشتری در اختیارش بذاری شانس برداشت بیشتری داری. دقیقا.
بسیار خوب که اینطور با سی پی یو هم میشه رمز ارز استخراج کرد. قبلا که میدونم میشد بیت کوین استخراج کرد. یه خاطره هم بگم، من یکی از دوستان بود با لپتاپ میخواست بره بیت کوین استخراج بکنه، بعد یکم که سوابق سنگین کرد گفت من استخراجم بکنم بیت کوین. اون موقع بیت کوین تازه اومده، میگفت هر بیت کوین یه دلاره، یه دلار که 1000 تومانه که فایده نداره که ولش نکرد. اگه میدونست قرار این اتفاق بیفته کلا چند تا لپتاپ هم میگرفت میذاش برای همین. آره با سی پی یو من ندیدم جایی که سی پی یو بخواد برای استخراج. البته میدونم که تهش یه پردازشگره و میتونه استخراج انجام بده، اما قدرتش کافی نیست، ولی به صرفه اصلا نیست، به خاطر اینکه ما رمز ارز تخصصی برای سی پی یو نداریم و سی پی یو داخل استخراج تمام رمز ارزها یه جورایی دخالت داره، ولی به خاطر اینکه ما رمز ارز نداریم که حتما با سی پی یو استخراج بشه، مثلا داریم با هارد استخراج میشه، با کارت گرافیک استخراج میشه، برای این کار نداریم، اصلا نیازی نیست که ما کنه سی پی یو قوی توی هر حالا سیستم استخراجی داشته باشه. درست. و در آخر اینکه دستگاه هایی که میزان برق مصرفیشون کم باشه، شما میتونید به راحتی داخل خونه استخراج بکنید، مثلا مثل چیا یا استخراج اتریوم. ولی دستگاهایی که میزان برق زیادی رو مصرف میکنه، مثل این ماینرها، حالا هم ماینر بیت کوین، اتریوم، دوج و هر چیز دیگه ای، باید به صورت قانونی استخراج بشه و مجوز استخراجش حتما گرفته بشه. خیلی هم خوب. مجوز دارم که ما تا جایی که میدونیم مجوز میدن، البته یه سری شرایط راحت هم میدن. من از دوستم میپرسیدم توی صنعت و معدن، میگفتش که اصلا برای من شرایطش فرستاد، گفت فقط باید توی یه در واقع شهرکی صنعتی باشه که برق قوی داشته باشه، پیش بینی شده باشه، بعدم تعداد مشخص میکنین و هم دقیقاً. آره اول بیشتر روی این موضوع حساسیت به خرج میدادن، ولی خب الان راحت تر شده چون استخراج ها بیشتر شده. آه. و مجوز گرفتن راحت تر شده. حالا انشاءالله در جلسات بعدی بیشتر به گرفتن مجوز اشاره میکنیم. حتما دست درد نکنه. دوست عزیزم آقای طاهری در طول جلسات اون قسمت های عملی کامل بهتون توضیح میدن در مورد استخراج. این جلسه فقط صرفا آشنایی بود برای که شما با حال و هوای استخراج آشنا بشین. و در پایان ویدیو وقتی من ازتون خداحافظی بکنم، ما یه تست صدا هم از این دستگاه ها میگیریم. البته تا زمانی که شما توی محیط نباشید خوب معلوم نمیشه که چقدر این دستگاه صدا دارن، ولی صداشون در حد یه جاربرقی، مقایسه میکنیم با اون. پس اگه که علاقمند هستین اینم بدونین تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. دوستان فراموش نکنید جلسات تئوری رو حتما یه بار ببینید. یه سری مفاهیم مثل هش ریت و اینها رو داخل جلسات تئوری بهتون توضیح میدیم و توی جلسات عملی فقط بهتون میگیم که این دستگاه رو چجوری وصل بکنید به کامپیوتر. خیلی راحت به استخر وصل بکنید و استخراج بکنید و لذتش رو ببرید. هر توضیحی هم که بخواید همونطور که بهتون گفتم میتونید برید وارد وبسایت من بشید به آدرس moinsl.ir، ثبت نام کنید، وارد پنل کاربریتون بشین، یه تیکت بزنید، دپارتمانتون رو دپارتمان مشاوره استخراج انتخاب بکنید، مشاوره رایگان رو اونجا همکاران ما در اختیار شما عزیزان قرار میدن. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. این ویدیو معرفی دوره استخراج بود و از جلسه های بعدی مفاهیم رو دنبال خواهیم کرد. دوستتون دارم، انشالله همیشه پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار. خداحافظ شما، موفق باشید. خب انت ماینر S11 روشنش کن تا خب صداش بلنده. خب بریم اون یکی هم امتحان کنیم. خواهد پرواز کنیم باشه. خیلی صداش بلنده. خیلی خواهد بادی هم داره. به نسبت اونو واقعا صدا نداره اصلا، صدا باد میاد.